100. من فروتیش رزوانی هستم و این ویدیو رو به درخواست خلبان هایی ساختم که از اونها پرسیده بودم هواپیمای مرجوعی یعنی چی؟ برخی رسانه های ایران اعتراض کردند که چرا پس از اجرای برجام دولت هواپیمای مرجوعی خریداری کرده. بیشتر ما تصور میکنیم اصطلاح مرجوعی مانند زمانیه که یک اتومبیل 0 کیلومتر معیوب رو بعد از خریدن به کارخونه برمیگردونیم، اما این تصور کاملا اشتباهه. تحویل یک هواپیمای مسافربری به مشتری زمان میبره، به طوری که ممکنه حتی 4 سال هم طول بکشه. اگر در این مدت برنامه ریزی ایرلاین سفارش دهنده تغییر کنه، مثلا خلبان برای هواپیمای جدید نداشته باشه یا اصلا ورشکست بشه و بخواد سفارش خودش رو پس بگیره، کارخونه قطعات هواپیمایی که ساخته رو از هم باز نمیکنه تا دوباره داخل انبار بذاره، چون در خط تولید زمان و هزینه زیادی برای اون صرف شده و در هر حال باید هواپیما رو تکمیل کنه. پس ایرلاینی که انصراف داده مبلغی رو به عنوان جریمه میپردازه و کارخونه هم به دنبال یه مشتری جدید میگرده. هیچ مذاکره مجددی در کار نخواهد بود. برجام به هیچ وجه باز نخواهد شد برای مذاکره. بعد از برجام ایران تونست به بخشی از دارایی هایی که به خاطر کاغذپاره ها بلوکه شده بود دسترسی پیدا کنه. اما دولت به جای اینکه دلارها رو صرف احداث پروژه های بیخودی مانند مسکن مهر یا پل سطر کنه و پول مملکت رو دور بریزه، تصمیم گرفت تا هواپیمای مسافربری جدید بخره و صنعت هوانوردی کشور رو که در دوران تحریم داغون شده بود نجات بده. پروازم رفته اونجا، یه دونه هواپیما داره میخواد همه کشور رو بچرخونه، نمیتونه با یه هواپیما. ببینید خیلی بینندگان عزیز، با خیلی جالبه، هواپیما از اینجا میخواد بره تهران، از اونجا مسافر سوار کنه بیاد اینجا، شده شمس‌العماره. با توجه به سابقه درخشان همسایه بزرگ شمالی در فروختن هواپیمای نامناسب به صنعت هوانوردی ایران، دولت آقای روحانی با شرکت‌های قولی مانند ایرباس فرانسه و بوئینگ ایالات متحده مذاکره کرد تا هواپیمای نو و مناسب ایران را از اونها بخره. Announced a blockbuster deal to sell 80 commercial airplanes to Iran for nearly $17 billion. وقتی قرارداد ایران با ایرباس امضا شد، این کارخانه بدنه هواپیماهای 0 کیلومتری که ساخته بود را رنگ‌آمیزی کرد و متن استیکرها و چیزهای دیگر رو به زبان مورد نظر ایران تغییر داد تا طبق سفارش آماده تحویل بشه. مردم ما یه هواپیمای سالم تمیز سوارشن مشکل داریم، بعضی ها مثل که اصلا مشکل دارن. هواپیماهای جدیدی که خریداری شده کوچکترین نقص و عیب و ایراد و کمبودی ندارن، چون سازندگان هواپیما تست های بیشماری رو روی محصولات تولید شده انجام میدن و تا زمانی که مطمئن نشدن هیچ مشکلی وجود نداره اون رو به مشتری تحویل نمیدن. فکر نمی کنم شما هیچ خلبان یا کارشناس صنایع هوایی رو در ایران بتونید پیدا کنید که از ورود هواپیماهای جدید ناراحت باشه و بگه که اتفاق بدی بوده. انصراف ایرلاین های خارجی از دریافت سفارشی که به ایرباس داده بودن باعث شد تا دولت ایران بتونه نوسازی ناوگان هوایی پس از برجام رو زودتر آغاز کنه. کسانی که هی شعار میدن مجوری میخوان خوشحالی مردم رو کوفتشون کنه. من فروتیش رزوانی هستم و از شما درخواست دارم اگر کسی رو میشناسید که نمیدونه هواپیمای مجوری یعنی چی، این ویدیو رو براش بفرستید تا آگاه بشه.